درس ششم را شروع میکنیم. درس ششم تا درباره ضمایر اشاری است. ضمایر اشاری یا demonstrative pronouns. تکرار کنیم. ضمایر اشاری یا demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns یا ضمایر اشاری ای چهار کلمه هست. شاید من عزیز. This, this, that, those. پس تکرار میکنم از پیش من دس دس این مانومیتر دیس اینها یعنی جمعی از این هست دات آن دات آن دوز آنها باز یک بار تکرار کنیم دس دس این دیس اینها دات on that on those آنها خب اینجا شاگردهای عزیز ما ضمایر اشاری را گفتیم بخاطر از اشاره بخاطر اشاره ما استفاده میکنیم مثلا میخوایم به چیزی اشاره بکنیم که البته در اشاره شما خوب فکرتون باشه که در قسمت اشاره کردن همیشه ما برای نزدیک این کلمه را استفاده میکنیم یعنی چیزی که نزدیک ما باشه ما میخواییم باید این است مثلا میگیم که This is Habib یا This is a book This is a book این است یک کتاب پس این برای نزدیک استفاده میشه This is a book این است یک کتاب اگر کتاب از ما دور باشد برایش that استفاده میکنیم that is a book آن است یک کتاب that is a book آن است یک کتاب خب ببینیم this is a book این است یک کتاب that is a book آن است یک کتاب this برای نزدیک استفاده میشه به خاطر اشاره کردن و دات به خاطر دور استفاده میشه به خاطر اشاره کردن خب ما میخواییم که شما در اینجا دقت بکنیم که در خود اگر ما یک شای باشه یعنی یک شای بخواییم اشاره کنیم از دیز استفاده میکنیم اگر یعنی چیزی که به ما نزدیک است اگر یک دانه باشه از دیز استفاده میکنیم در صورت که اگر چیزی از ما دور باشه یا در فاصله زیادتری واقع شده باشه ما از برای آن دیز یعنی زیاد باشد مقدارش زیاد باشد ما برای آن از این دیز استفاده میکنیم از دیز استفاده میکنیم مثلا اگر یک کتاب که نزدیک کتاب است اشاره کنیم دیز زبون میگیم اگر زیاد کتاب یا بیشتر از یک کتاب باشد برای از او دیز دیگر میگیم دیز میگیم باز اینجا بوک هم جمع میشه بوکس میشه میگیم که دیز آر بوکس اینها هستن کتاب ها یعنی ما به خاطر اشاره به نزدیک از این کلمه دیس استفاده میکنیم در صورت که آن چی باشه یعنی زیاد باشه ما از دیس استفاده میکنیم و میایم برای دات دات یعنی کلمه ای هست که برای اشاره به دور استفاده میشه یعنی چیزی که از ما فاصله داشته باشه اگر یک دانه باشه میگیم دات از ا بوک That is a book. آن است یک کتاب. اگر با ما یعنی از ما که فاصله داشته باشه بیشتر از یک دانه کتاب باشه باز ما میگیم books. ببینید مثلا those are. برش books خود استفاده میکنیم. اما باید در پالی آن از بجای that. That is a book. آن است یک کتاب. Those are books. آنها هستن کتاب ها. پس اینجا شما خوب درک کردیم که
فرق بین دیز و دات چی است؟ فهمیدیم دیز برای چیزی که به ما نزدیک باشه و بخوایم به آن اشاره کنیم میگیم که This is a book. این است یک کتاب. و اگر آنچه از ما دور باشه و یک دانه باشه به آن اشاره کنیم میگیم That is a book. آن است یک کتاب. اگر چیزی که به ما نزدیک است بیشتر از یک دانه باشه به او اشاره کنیم میگیم These are books. یعنی اسم جمع میشه و These are استفاده میشه. و اگر از ما دور باشه و بیشتر از یک دانه باشه بر آنها Those are books. آنها هستن کتاب ها استفاده میشه. فراموش نشود که ما is و are و am دیروز براتون یعنی در درس گذاشته براتون درس داده بودیم که خود امی These is و are و am to be verb یا افعال بودن بودند که شما یاد گرفتید و افعال بودن را بیشه کسی به ما تکرار بگرد کبرار توقف بدیم. پس زمایل اشاری قسمی که اینجا ذکر شده یا نشته شده شرط های عزیز این چهار کلمه هست که دیز هست. پس زمایل اشاری را که هم اصلاح کردم براتون ببرین اینجا تعریف این طور میکنیم از پشت ما تکرار میکنیم دیمونستریتیو پروناونس. وقتی دیمونستریتیو پروناونس میگیم باید فعل ما را ایس نتیم. خب demonstrative pronouns زمایل اشاری points out to some person, place, some person, thing or place. زمایل اشاری به شخص شای و یا مکان اشاره میکنند. تکرار کنیم demonstrative pronouns points out demonstrative pronouns point out to some person, thing or place. زمایل اشاری به شخص شای و مکان اشاره میکنند. پس شاگرد های عزیز شما خوب فکرتان باشه که هرگاه شما خواسته باشین این مثال ها را زیادتر کار بکنید. خوب فکرتان باشه من اینجا براتون تکرارم چون اینجا یک شای ما در بارش صحبت کردیم اینا را یک شخص صحبت میکنیم. خب ببینید شاگرد های عزیز ما در بعضی اوقات در گفتگوهای روزمره از مثلا کسی را اگر بخوایم معرفی کنیم در عکس یعنی ما برای شخص اگر مرد باشه هی استفاده میکنیم مثلا میگیم هی از احمد. اگر زن باشه شی استفاده میکنیم یا طبقه اوناس باشه شی استفاده میکنیم میگیم شی از مثلا فاطمه. اما اگر ما برای یک شخص ات از استفاده کنیم یا دس از استفاده کنیم او زمانی است که در عکس باشه. مثلا شما یک عکس پیشتان هست میخواین در عکس یک نفر معرفی کنیم بس هی از نمیگیم مثلا میگن This is حبیب. یک عکس پیشتان است به یک کس میخواین معرفی کنین یا نزدیکتان است نشان بدین میگن This is حبیب. این هست حبیب. یعنی در عکس شما میتونین برای اشخاص This یا It استفاده کنین. خب تکرار کنین This is حبیب. این است حبیب. عکسی که نزدیک شما هست شما با او چی میکنین؟ با یعنی اشاره کردن نزدیکتان که هست مثلا میگن عکس حبیب نزدیکتان هست میگن This is حبیب. این است حبیب. و اگر مثلا دوستایتان باشه مثلا میخواییم به دوستایتان مثلا یک عکس است در دیوار نزدیکش رفتین میخواییم برای یک کس معرفی کنین بگوید اینها هستن دوستا میگن These are مثلا یا میگن افغان ها هست These are Afghans. عکسی هست در دیوار که نزدیک شما رفتین اونجا اشاره میکنین میگن These are Afghans. اینها هستن افغان ها. پس اینجا خوب فکرتان باشه که یعنی ما شخص استفاده کردیم یا اشخاص استفاده کردیم و به می شکل میریم بالای that. شما در that ببینید مثلا شما برای God بازم براتون تکرارم میگم برای شخصی اگر مرد باشه یا ذکر باشه هی استفاده میشه. اما زمانی که او در عکس عکسش باشه مثلا یک عکس شما در اتاق هستید دور استاد هستید میخواین بگین که او عکس از کی است میگن That is مرسل. میگن That is مرسل. آن عکس مرسل هست. خب That is مرسل. آن عکس مرسل هست. یعنی شما عکس در دیوار میخواین با آن اشاره کنین که دور است از شما میگن That is مرسل. آن مرسل هست. و به می شکل اگر زیاد نفرها باشن مثلا شما میخواین به عکس ها اشاره بکنین در یک جای رفتین یک مسجد است میخواین عکس های مسلمان ها رو نشان بدین از دور میگن Those are
Muslims. آنها مسلمان ها هستند. Those are Muslims. آنها مسلمان ها هستند. پس شاگردان عزیز، شما خوب دقت بکنین که ما اینجا چه کردیم؟ یعنی قبلا که بود یعنی ما شایه یا تنگ مثال گفتیم، این دفعه شخص مثال کردیم و یا اشخاص مثال گفتیم که حبیب شخص است، مرسل شخص است و افغان ها یا اشخاص است، مسلم همچنان اشخاص است. خوب فکرتان باشه، بازم بیادتان باشه که ما برای اشخاص که در عکس از دیز یا اید استفاده میکنیم، در غیر آن اشخاصی که اگر حضور داشته باشه برای از او دیز یا ایتیز یاد یعنی به شکل رسمی استفاده نمیشه، باید برش هیز بگین یا شیز بگین. امید است که نفهمیده باشین. یک مثال میدیم از خود پلیس یا مکان. خب پلیس یا مکان ما اینجا میتونیم که مکان های مثلا ما مثال میتونم This is zoo. This is zoo. این است باغ وحش، نزدیک شما هستین. در صورتی که از باغ وحش فاصله داشته باشین میتونین به آن بگین That is zoo. آن باغ وحش هست. پس شاگردان عزیز، اگر خواسته باشین که بیشتر مکان ها باشه، These are مثلا میگن که پارکس، مثلا چند دانه پارک ها نزدیکتان هست، یک دانه، دو دانه، سه چهار دانه پارک نزدیکتان که باشه یا مکان های زیادی که نزدیکتان باشه، These are parks. اینها پارک ها هستند و اگر پارک ها از شما دور باشه پس برای آنها استفاده میکنین Those are parks. آنها پارک ها هستند. پس امیدوار هستم که زمایل اشعری را یاد بگیریم، یعنی demonstrative pronouns که عبارت از these و that، these و those هست و زمایل اشعری تعریفش ای است. یک بار برای آخرین بار امروی ما تکرار کنیم. demonstrative pronouns point out to some person, thing or place. زمایل اشعری به شخص، شی و مکان اشاره می کنند. خواه شاگردان عزیز، رسیدیم به پایان درس ششم. امیدوار هستم که درس امروز را یاد گرفته باشین و تا به درس بعد